بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. صدها تن از اعضای موکب اهالی کفل و جمعی از اعضای هیئت عزای مرکزی شهر حله از کشور عراق در بیت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم حضور یافتند و با معظم الله دیدار کردند. در این دیدارها میهمانان ضمن اقامه عزاداری به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما گزارشی از فعالیت‌های خود ارائه دادند و از بیانات ارزشمند آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی و فرزند ایشان آیت الله سید حسین شیرازی بهره‌مند شدند. در 6 ماه گذشته مسافران عراقی رکورددار سفر به ایران بوده و این صدر نشینی نزدیک به یک دهه ادامه دارد. پس از عراق، کشورهای جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان به ترتیب در رده‌های بعدی بیشترین تعداد مسافر به ایران قرار دارند. بر اساس گزارش‌ها 50% از کودکان در استان سیستان و بلوچستان با مشکل سوء تغذیه مواجهند. همچنین حدود 70% خانواده‌های این استان و 74% خانواده‌های استان کرمان از تغذیه ناامن رنج می‌برند. آمارها نشان می‌دهند که 8 استان کشور در معرض ناامنی غذایی قرار دارند که نیازمند توجه ویژه هستند. مدیر یک مدرسه در شهر قدس پس از آنکه مادری را برای ثبت نام فرزندش مجبور به تمیز کردن کلاس‌های مدرسه کرد، از سمت خود برکنار شد. روابط عمومی آموزش و پرورش شهر قدس اعلام کرد که پس از بررسی‌های انجام شده و بر اساس مستندات موجود، استعفای مدیر پذیرفته شد و ابلاغ او لغو گردید. پرونده این مدیر برای پیگیری بیشتر به هیئت رسیدگی به تخلفات ارجاع شده تا اقدامات لازم بر اساس قوانین صورت بگیرد. پلیس آلمان یک ایرانی را به اتهام حمایت مالی و تلاش برای پیوستن به گروه سنی‌های تندروی داعش بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری اخبارشیه، به نقل از خبرگزاری‌های داخلی آلمان روز گذشته، یک ایرانی به اتهام پرداخت چند هزار یورو به داعش و برنامه ریزی برای پیوستن به این گروه تروریستی خبر دادند. لازم به ذکر است پلیس آلمان در این باره اعلام کرد که فرد دستگیر شده قصد داشت تا از طریق ترکیه به سوریه سفر کرده و سپس به گروه سنی‌های تندرو و تروریست داعش بپیوندد.